سلام دوستان عزیز، میخوام براتون نون عراقی درست کنم. خب، 1 کیلو آرد رو علک کردم، 1 قاشق سرخالی، مایه خمیر میریزم و 1 مقدار بیشتر نمک. من برای بوی زخم مایه خمیر از 1 مقدار خیلی کم گلاب استفاده می کنم. شما می توانید از هل، 1 مقدار خیلی کم یا زردچوبه یا خیلی خیلی کم زنجفیل هم این کارو بکنید. 1 قاشق چای خوری من هل می بزن. آب گرم. گرم بودن آب یا سرد بودن آب اصلا ربطی به خوب بودن خمیر یا بد بودن خمیر نداره. فقط اگر آب گرم باشه خمیر زودتر به عمل میاد. همین. این پیمانه رو وقتی پرش میکنم 210 میلی لیتر هستش که قبلا هم بهتون گفتم. در کل 500 میلی لیتر آب گرم استفاده کردم داخل این خمیر. خب، 10 دقیقه کامل ورزش دادم و الان میذارم 1 ساعت استراحت کنم. خب، اینم بعد از استراحت 1 ساعته. یه مقدار آرد میریزم رو میز کارم. از خمیر به این اندازه بر میدارم و آمادش میکنم. همه رو به این ترتیب آمادش کردم. خب، خمیر رو بازش میکنم. رو میذارم داخل سینی فر. سینی فرتون رو یا کاغذ بذارید مثل من یا یه مقداری سبوس بریزید. یه دونه دیگه. من دوتاشو کاغذ گذاشتم، دوتاشم اینجوری سبوس ریختم که به شما نشون بدم. به همین نازکی، به همین کمی بریزید که اگر که خیلی پر و ضخیم بریزید بعد نونتون
خشک میشه. به همین کمی سبوس بریزید و اونا رو روش پهن کنید. بعد از 10 دقیقه استراحت من یه مقدار آب گرم و یه قاشق آرد رو با یه کوچولو خیلی کم نمک مخلوط میکنم برای روماله نون عراقی. خب در واقع این نون ساده هستش، اگر که شما دوست دارید مثل من یه نمه بهش فرم بدید، من با دستم بهش فرم میدم. و میبرم میذارم طبقه وسط فره که 10 دقیقه قبل به درجه 250 گرمش کردم، اینو میبرم میذارم داخل فر. مدت پخت این نون 10 دقیقه هستش. خب زمانی که اینو از فر آوردید بیرون بلافاصله یه مقدار آب سرد بهش بزنید. همینطور داغ داغ تا نون داغه آب سرد رو بهش بزنید. دوستان نازنینم، اینم نون ها آماده شدش. امیدوارم که خوشتون بیاد، چون درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.